واجب شرعی عشق است. سلام سر صبح، سلام همه عشق و مسلمانی من، سلام بر شما همراهان خوب مردم خبر، خوش آمدید به امروز نیمه مرداد ماه، 15 مرداد ماه و خبر 8 صبح رو شروع میکنم. خب بعد از شایعاتی که مطرح شده بود در فضای مجازی پیرامون بیماری رئیس بنیاد شهید، حالا در جلسه ای که بوده دیروز توضیحاتی رو در مورد سلامتیش ارائه کرده و به این شایعه ها خاتمه داده. دام چطور هستی تو؟ من خدمتتون عرض کنم که سال گذشته خب کسالتی برای من ریایی پیش اومد، جراحی. من اول امسال تو همون 7-8 روز اول جراحی داشتم، خب سختم بود و بعدش هم درمان تداوم داشت تا الان، ولی روی هم رفته حالم خوبه و الحمدلله پزشکان من به من گفتن خوب هستی. حالا باز از همه شما عزیزان التماس دعا دارم و دعا بکنید همه مریضان و ما را هم دعا بفرمایید. دوم مسائلی که بسیار خب با این توضیحات به همه شایعات دیگه خاتمه داده شد. و به این سراغ خبر بعدیمون که جزو پربازدیدهای فضای مجازی بوده از ظریف که دیروز در نشست خبریش با خبرنگارها توضیحاتی رو داد در مورد اینکه با صدای بلند داره پاسخ سوالها رو میده. ببینین که چه جوابی داده. ببینین ننویسین که ظریف عصبانی بود، من اگه داد نزنم صدام به شما نمیرسه. مثل وقتی میرم مجلس، تو مجلس انقدر همهمه هست که اگه داد نزنی صداد نمیرسه، یعنی گوش نمی کنن. بعد من که حرف میزنم میگن ظریف عصبانی بود. ببینید من دارم میخندم، اصلا عصبانی نیستم، اصلا هم ناراحت نیستم، هم همین الانم هم که دارم میخندم مجبورم داد بزنم، اگر نه اون عقب یه تصویر بردارای ما انقدر سر صدا میکنن قربونشون برم که آدم نمیدونم اون عقب یه کسای دیگه هستن. بسیار خوب، حالا شب برای خیلی سوال بود که چرا مجلسی ها فریاد میزنن موقع صحبت کردن، که حالا آقای ظریف اشاره کردن که به خاطر همهمه هستش که اونجا وجود داره. بسیار خوب، بریم سراغ خبر بعدیمون. جزو پربازدیدهای فضای مجازی بود بعد از انتشار تصویر حکم یک دادگاه درباره لزوم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای خانم ها، که اگه خاطرتون باشه دیروز هم همون حکم رو براتون آورده بودم و اشاره کرده بودیم مربوط به خانم اصفهانی میشد که خیلی هم سر و صدا کرد که رانندگی برای با موتورسیکلت برای خانم ها آزاد بشه. پلیس توضیحاتی رو ارائه داده، گفته رأی بدوی شعبه 31 دیوان عدالت اداری صرفا برای شاکیای محترم صادر شده و طبق ماده 60 قانون دیوان عدالت اداری قابل تسریب عموم نیست و به عبارتی دیگر رأی صادر جنبه فردی داره. بعد ادامه داده که با توجه به وجود رأی متناقض در این مورد از شعبه دیگری در دیوان عدالت اداری نسبت به رأی صادر تجدید نظر خواهی شده تا مطابق با موازین و قوانین بررسی های لازم انجام بشه. خب حالا این تکمیلیه دقیقا خبر دیروز بود که بهش اشاره شد. بسیار خب، بریم سراغ خبر بعدیمون. پیرو سخنان و فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مورد فرزندآوری و فرزندپروری که صحبتش رو هم دیروز براتون پخش کردیم، الان تحریف آشکار این سخنان رهبر معظم انقلاب توسط بی بی سی رو براتون آوردن. علیزاده تحلیلگر سابق شبکه سلطنتی بی بی سی با انتشار توییتی نمونه دیگری از پروپاگاندا و تحریف آشکار سخنان رهبر معظم انقلاب توسط این رسانه رو پیرامون فرزندآوری و فرزندپروری غرب توسط رسانه سلطنتی انگلیسی بی بی سی فارسی که ادعای بی‌طرفی می‌کنه افشا کرده. در توییتش به نقل از رهبر معظم انقلاب، حالا سخنانی که ارائه کرده بودن به این شکل نوشته، گفتن رهبر ایران در بعضی کشورهای غربی مثلا آمریکا خانواده‌ای هست که حتی 15 بچه تا 20 بچه دارند و از این قبیل تشویق هم می‌شوند. بی بی سی حالا اینطوری عنوان کرده، اگه لطف کنین توییت علیزاده رو بیارین. بله،
رهبر ایران با بیان اینکه در آمریکا هر خانواده 15 تا 20 بچه داره خواهان افزایش جمعیت ایران شده، تحریف آشکار، و به این ترتیب تشخیص فرق بی بی سی و احمد نیوز هر روز سخت‌تر میشه. بعد این توییت علیزاده بود که با تصاویری از این تحریف ها در توییت خودش اشاره کرده و نوشته. البته این تحلیلگر سیاسی در یک توییت دیگری هم ادامه داده صحبت‌هاش رو و گفته رهبر ایران بعضی خانواده‌های پرجمعیت رو مثال زده تا نشون بده که فرزند پروری در غرب هنوز وجود داره، اما بی بی سی با انتساب دروغ یک جمله کاریکاتوری خواسته رهبر ایران رو کم اطلاع از غرب یا ناصادق نشون بده. بی بی سی رسما به جای نقد سیاست‌ها داره پروپاگاندا می‌کنه. این هم تحلیل کاملی بودش که علیزاده در توییتش بهش اشاره کرده از دوگانگی بی بی سی و احمد نیوز در تحریف سخنان رهبر منظم انقلاب. و خبر بعدیمون، بریم سراغ خبر بعدیمون. روب گرون شد و سامانه 124 از قافله عقب موند. خب سامانه تلرسانی قیمت کالاها که خاطرتون هست سخنگوی دولت هم بهش اشاره کرده بود که قیمت 100 قلم از کالاها رو روزانه اطلاع رسانی میکنه تا کمک مردم باشن تا بتونن قیمت هاشون رو مدیریت بکنن، متاسفانه از قیمت جا موند، در حالی که ربع گوجه فرنگی 900 گرمی بین 15200 تومان تا 18200 تومان عنوان شده بود مشاهده شد در بازار به قیمت 24000 تومان یا 25000 تومان داره به فروش میرسه. این تفاوت 40% قیمت کالاهاست که مشاهده شد، در حالی که قرار بود یک حد نصابی برای قیمت‌ها تعیین بشه تا مردم بتونن مدیریت بکنن از طریق این سامانه اطلاع رسانی بشه. حالا جا داده که باز هم ورود بکنه سخنگوی دولت که اعلام کرده بوده، ورود بکنن مسئولین مربوطه پاسخگو باشن که چرا این اتفاق افتاده، پس مردم واقعا باید چیکار بکنن، اون قیمت رو ببینن یا الان قیمت کف بازار رو بررسی بکنن. بسیار خب، بریم سراغ یک سری عکس‌های پربازدید، یک سری عکس‌های برتر در این بخش براتون انتخاب کردم. رونمایی از سنگ توالت 50 میلیون تومانی به عنوان یک اثر هنری. بله درست شنیدید، عجیب اما واقعی. تازه نوشته حاضر و آماده. خیلی هم جالبه، کاربرها بهش واکنش‌های متفاوت طنزآمیز رو هم البته نشون داده بودن در فضای توییتر. به عنوان یک اثر هنری به فروش گذاشته شده در خانه هنرمندان، نمایشگاه برپا بوده، این هم به عنوان یک اثر هنری گذاشته شده. خب یک عکسی هستش هم که روش چسبوندن، اینم دیگه یک نوع خاصی هستش، در نوبه خودش منتشر شده. از پیدا شدن وسایل اسنوکرباز ایرانی هم براتون بگم با کمک سفیر ایران در چین، تصویرش منتشر شده. حسین وفایی اسنوکرباز ایرانی هستش که از وسیقه رفتن پول و کیف پول و پاسپورتش و اینا توی فرودگاه پکن خبر داده بوده. حالا در یک پست جدیدی در اینستاگرامش اطلاع رسانی کرد که پیدا شده. حالا دزدیده شده بود این چوب استوکرش و اینا نمیتونست توی مسابقات شرکت بکنه، تو مسابقات حرفه‌ای چین. حالا خوشحال شده و برگشته توی مسابقات شرکت بکنه. تصویر هستش که منتشر شد. و از یک پزشک خوب ایرانی هم براتون بگم، یک پزشکی که برای دریافت ویزیت فقط یک صندوق گذاشته تا هر مراجعه کننده هر مبلغی که در وزارتش هست رو پرداخت بکنه، کاملا اختیاری. وجوه درمانی رو روش نوشته که میتونید اختیاری پرداخت کنید. خیلی هم زیبا، خیلی هم قشنگ، خیلی خوبه این کارهایی که پزشکان ما انجام میدن. احادیث خیلی زیادی در مورد این کارهای خوب، این نیکی‌ها به همه وجود داره. حتی از امام علی علیه السلام حدیثی هست که می‌فرمایند نیکوکار واقعی و کامل کسی است که به همه مردم نیکی کند و احسانش را از هیچ کس دریغ نکند. خیلی قشنگه اینجور خبرها و تصاویر ما داشته باشیم، براتون توی خبرهامون بیاریم، اشاره بدیم این فرهنگ رو. به پایان بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهی شما خوبان. با مردم خبردار تیوی آنلاین باشید. لبخند خداوند همراه همیشگی لحظه هایتان باد. بخش خبری ساعت 9 رو هم همراه شما خواهم بود.